با درودی دیگر، ما من بعد از فیلم های جدید، فیلم روی اکران، فیلم های روز هم معرفی میکنیم، علاوه بر آثار کلاسیک که در این شبکه پخش میشه، فیلم های روز رو هم پخش میکنیم، صرف نظر از ارزش نسبی این فیلم ها. فیلمی روی پرده است که بسیار موفقه با عنوان تاپگان، که این فیلم قبلا ساخته شده سالها قبل و حالا قسمت دومشه که تام کروز در این فیلم بازی میکنه و تام کروز بازیگر بالقوه خوبیه، ولی در این نوع فیلم ها عرصه ای برای بازیگری نداره، مثل میشن امپاسیبل. تام کروز در اون سری فیلم ها همینه، برایش هم مهم نیست که بگن بازیگر خوبیه، بگن همفری بوگارد، بگن مارلون براندو، مهم نیست. برای هر کدوم از این فیلم حداقل 20 میلیون دلار میگیره میذاره جیبش. خب این رو ترجیح داده تا اینکه بگن بازیگر خوبیه، ولی میتونست بازیگر خوب بشه. در مقابل داستین هافمن در آغاز کار چقدر درخشان ظاهر شد، در مقابل همچون قولی در رینمن که براتون پخش کردیم توی این شبکه. این فیلم همون سرویس یک خلبانی است که حالا اینجا پخته تره، استاده و میخواد این حرفه رو به سایر خلبان ها بیاموزه و یک ماموریت هم داره در نهایت که باید بره پایگاه اتمی یا زیر ساخت های اتمی یک کشور بلهیچستان که البته تو فیلم ذکر نمیشه، ولی خب مشخصه که ایرانه، بره ایران رو بمباران کنه و میره و حالا بمباران میکنه و موفق میشه. من یا هرچی، حالا پایان فیلم من به شما نمیگم. بله، بالاخره این قضیه هسته و دسته و برجام و اینا هم به هر حال فیلم کردن و حالا که اصلا کل خود این قضایا فیلمه. بله، فیلم دیگری هم روی پرده هست که قبلا سریال بوده، سریال موفقی بود و الان تبدیل شده به فیلم سینمایی که میتونید در سینماهای آمریکای شمالی ببینید. سایمون کورتیز کارگردانی کرده این فیلم رو، یه بر بستر مسائل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و فیلم خوبیه. این فیلم رو میتونید ببینید. فیلم دنیای جوراسیک، سلسله فیلم هایی بود جوراسیک پارک که اسامی مختلفی داشت، این رو اسپیلبرگ کارگردانی نکرده، ولی همون از همون سری فیلمه و این نوع فیلم ها علمی تخیلیه، میشه گفت علمی تخیلیه، بعضی فیلم ها پایه علمی اصلا نداره و فقط تخیلی. در این سری فیلم های جوراسیک پارک در بخش دومش اسپیلبرگ میگفت که بله، حیواناتی گیاهخوارن اگریسیو نیستن، درنده نیستن و حیوانات ولی حیوانات در واقع گوشتخوار درنده و همینطور هم هست. گرگ جثه کوچیکی داره ولی درنده است، وحشتناکه، ولی فیل عظیمه ولی هیچ خطری نداره. چرا؟ چون گیاهخواره. در علم هم هست که کسانی که گوشت زیاد میخورن اگریسیو میشن، کسانی که کمتر مصرف میکنن و گیاهخوارن یه مقداری آرامترن، در خوی اینها اثر میذاره. این فیلم هم فیلم سرگرم کننده یه، میتونید در سینماها ببینید. فیلم دیگری هم هست به اسم Thor THOR که ناتالی پورتمن بازی کرده، همون درد کهنه بازیگران خوب که بعد میان و اسیر این گونه فیلم ها میشن، فیلم های همون تخیلی، این به هیچ جنبه علمی این فیلم ها نداره، اشکال عجایب غریب و خشونت و اینا ناتالی پورتمن بازی کرده و از دید نگاه سینمایی اثر چندان خوبی نیست. ولی یک خبر خوب دارم، یک خبر خوب برای علاقمندان و عاشقان سینما. بله، فیلم گادفادر پدرخوانده به مناسبت 50مین سالگرد ساخت این فیلم، 50 سال گذشت، شوخی نیست، مجدداً اکران شده با ترمیم در سینماها و این فیلم رو در سینما ببینید، واقعا دیدنیه. من رفتم و دیدم و خیلی، این که تو پرده کوچک ببینید این فیلم، فیلم ها اصولا فیلم رو باید در سینما دید. و عزیزان برید از این فیلم هم، ولو این فیلم ها زیاد شاهکار نباشه، ولی نگذارید سینما بمیره. بعد از کرونا سینما تقریبا مرد و الان با جرقه هایی هست مردم میرن فیلم میبینن. روزهای سه‌شنبه هم در آمریکای شمالی سینما نصف قیمته، نیمه بهاست و سینما بسیار ارزانه، 11 دلار 15 دلار اینا پولی نیست، پولی ساندویچ هم نیست، ولی برید از فیلم ها استقبال کنید، حتما به سینما برید و اون خاطرات سینما رفتن قدیم رو که یک آیین بود زنده کنید.
بله عزیزان، من باز هم فیلم جدیدم به شما معرفی میکنم. من باید از همکارم که سر و شکلی به این برنامه میده و در واقع ابتکاراتی به خرج داد که ما بتونیم این برنامه رو در کنار برنامه دیگر حفظ کنیم، من معرفی میکنم، ازش تشکر میکنم. مهندس فرزاد غفوری که تلاشگر هم علاقمند به سینماست و هم در زمینه آیتی تخصص داره. خیلی متشکرم.